من امیدوارم که جماعت طرفدار آقای خامنه اینا به خود بیاین. آقای خامنه ای پیروان خود را به سوی جهنم میبرد. آقای خامنه ای خودش فرد گمراه و اصلا عقاید این جماعت عقاید کفرآمیزه. من قبلا خدمت شما عرض کردم، شما دیدید با شبکه ولایت من مناظره کردم. خب اونا زنگ زده بودن، اونا زیر صورت پذیرفت. من بارها از اون پرسیدم، شبکه ولایت میخواست در باره جناب زید صحبت بکنه. موضوع اصلی سخنرانی ما چی بود و سوالی که من مکرر از اون میکردم چی بود؟ سوال همین بود که شما یک کسی را میگویید که او اختیارات تمام امام علیه السلام را دارد و همین حرف جماعت ابو عمریه هست درباره ابو بکر و عمر، و کسی که عقیده اش این باشد درباره یک کسی که او اختیارات امام را دارد، منصب من و تمام من مسند امامت در دست او هست و در حالی که او امام نباشد، این عقیده کفره و اون کافر هست. جواب شما چیست؟ جواب نداشت. شما دیدید من چند بار ازش پرسیدم. لذا بینندگان محترم، فرقه دجالی اینها اول شیعه بودن، همونطوره که بهایی اول شیعه بودن، بابی ها اول شیعه بودن و اهل توسل بودن و اهل نماز بودن و اهل روزه بودن و اهل پیروی دوازده امام علیه السلام بودن. اما اینها کافر شدن. جماعت دجالیه هم به خاطر اینکه اعتقاد به امامت خامنه ای دارن، اعتقاد به امامت آقای خمینی دارن، اینا این اعتقاد به امامت کسی که او امام نیست، این کفره دیگه، کفره. لذا این جماعت دجالیه، و در روایات احادیث ما زیاد داریم که خیلی زیاد از شیعیان بر علیه امام علیه السلام می جنگن و امام علیه السلام اونها را به جهنم واصل میکنن، و این جماعت دجالیه باید به خود بیایند و این و خودشان میبینن که ما از روی دلیل صحبت میکنیم، از روی سند صحبت میکنیم، و خود علما اینها از دست ما فراری هستند، نمیتوانند با ما مناظره بکنند، با ما هم صحبت بشن، دلیل بیاورند و با ما حجت بیاورند. خود شما این را خوب میبینید و این به خاطر این نیست که اونا خیلی بزرگوار و محترم هستند. آقای قزوینی یا مکارم شیرازی یا دار و دسته او یا خامنه ای و دار و دسته او، حوزه علمی قوم، اینا اگر در خود این جرأت را می دیدن که در احادیث و در کلمات من، در استدلالات من بتوانن خدشه بکنن، اینا حتما وارد می شدن و بسیار قوی وارد می شدن، بسیار قوی وارد می شدن که اینجا مرا از بین ببرن، یعنی از لحاظ علمی مرا کاملا مفتضح بکنن. اما نتوانستن و نمی توانند. علتش چیست بینندگان محترم؟ علتش همینه که حرف من حقه، حرف من حقه. اونا نمیتوانند بیان در بحث آزاد وارد بشوند و مناظره بکنند، چون دستشان از دلیل خالیه و حرفایی که من میگویم درسته. و مردم ایران این مطالب را خوب میدانند، مردم داخل ایران این مطالب را خوب میدانند، برای اونها لازم نیست من توضیح بدم. شیعیانی که بیرون ایران هستند، اونا یک کمی در غفلت هستند. حالا شیعیانی که در اروپا این برنامه ها را نگاه میکنند، شیعیانی که در امریکا نگاه میکنند، عده ای از این بیچارگان فکر میکنه آقای خمینی سیده و آقای خامنه‌ای سیده، عجب حکومت اسلامی. اینها سعی میکنند کشور را حفظ بکنند، تشیع را خدمت بکنند. اینا هم باید با خود بیان، حرفای مرا گوش بکنند، سخنان مرا گوش بکنند. اون حرف من که بی دلیل هست، بگوین این حرف تو بی دلیله. شما دیدید بینندگان محترم که شیخ حبیب الله عاشوری کتابی نوشت، من ثابت کردم برای شما، کتابی نوشت، چون خودش ماتریالیست بود، کمونیست بود، آقای مصباح یزدی و آقای ابوالقاسم خزعلی میگفتن که این مرتده. بعد از انقلاب اینا دستگیر کردن، به خاطر همون کتابش اینا اعدام کردن که تو مرتد شدی. قبل از انقلاب آقای خمینی و آقای خامنه ای و آقای شیخ حبیب الله عاشوری اینطوری رفیق بودن، یار غار بودن اینجوری. و بعد آزردگی بین اینا پیش آمد، دوستانشان خواستن اینا را آشتی بدن. آقای خامنه ای شکوهش این بود که این آقای حبیب الله عاشوری کتاب توحید را، مطالب او مال منه، کتاب مطالب مرا گرفته برام خود چاپ کرده. خب بینندگان محترم، خب پس این چی رو ثابت میکنه؟ که همون طوری که آقای حبیب الله عاشوری اگر مرتد بوده، خامنه ای هم مرتده. پس چطور خامنه ای میشه و رهبر جمهوری اسلامی، نائب امام زمان علیه السلام، یک کسی که مرتده؟ خب اینا باید جماعت دجالیه جواب بدهن.
جماعت دجالیه جواب بدن. جواب ندارن اینها را، اینها را هیچ کدامش جواب ندارن. اونا جوابشان چیه؟ اینکه ترور بکنن، کسی که این انتقاد را بکنه یا او را ترور بکنن یا او را بکشن یا بیچارش بکنن.